با درود و مهر در بامداد پنجشنبه 11 مرداد ماه 1403 در ایران و شامگاه چهارشنبه 31 ژوئیه در واشنگتن، من محمد منظرپور با مجله خبری هدلاین در خدمت شما هستم. در حالی که جامعه جهانی در واقع نفس رو در سینه حبس کرده تا ببینه تبعات ترور آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران چه تبعاتی برای خاورمیانه و شاید جهان در پی خواهد داشت، در ایالات متحده آمریکا تمرکز بیشتر روی انگیزه های آقای نتانیاهو بوده از مبادرت به این اقدام، هرچند که اسرائیل رسما مسئولیت این حمله رو نپذیرفته، اما به طور سنتی اسرائیل مسئولیت عملات برونمرزی خودش رو نمیپذیره، اما تقریبا هیچ تردیدی نیستش که این اقدام دولت اسرائیل بوده. در همین رابطه شبکه خبری CNN مصاحبه ای انجام داده با آقای تریتا پارسی از اندیشکده کوئنسی که متمرکز روی سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا است و الکس مارکوارت گزارشگر ارشد امنیت ملی اون شبکه. این مصاحبه رو من ترجمه کردم برای شما. ما با تریتا پارسی معاون اجرایی انستیتو کوئنسی، یک اندیشکده آمریکایی متمرکز بر سیاست خارجی ایالات متحده هستیم. تحلیل او در مورد اینکه رویدادهای 24 ساعت اخیر دقیقاً چقدر برای نقش ایالات متحده در این منطقه تکان دهنده است. او بر 4 نکته در تبعات این ترور تاکید دارد. اول، مذاکرات آتش بس را منتفی می‌کند. دوم، امکان گشایش دیپلماتیک بین ایالات متحده و دولت جدید دید ایران را از بین میبرد. سوم، میتواند برای نتانیاهو جنگی را که خواهان آن بوده به ارمغان آورد. و چهارم، کاملا هریس را به گوشه رینگ میاندازد. الکس، من به شما برمیگردم. میدانم که میخواهید در این باره نظر دهید. تریتا، از اینکه این ساعت به من و الکس پیوستید متشکرم. فقط کمی بیشتر درباره نگاهتون توضیح دهید و اینکه منظور شما از این تحول از منظر نتانیاهو و محاسبات سیاسی او در این مرحله چیست؟ Thank you for having me. Well, I think first of all we have to recognize that سپاس از دعوت شما. خب فکر می‌کنم قبل از هر چیز ما باید بدونیم که نتانیاهو بیش از 15 سال است که برای درگیر کردن ایالات متحده در جنگی با ایران تلاش می‌کند. این تلاش را به بهانه برنامه هسته‌ای ایران پیش برده و چند بار به تحقق آن نزدیک شده. استراتژی این بوده که خودش جنگی را آغاز کند و سپس ایالات متحده را به آن بکشاند. این ممکن است یکی از بهترین شانس‌های او برای انجام این کار باشد. بنابراین حمله اخیر کاملا مطابق با رویکرد او در 15 سال اخیر انجام شده. علاوه بر این، ما به خوبی می‌دانیم که نتانیاهو مانع اصلی توافق آتش بس بوده و رسانه‌های اسرائیلی آشکارا در مورد اینکه چگونه او اطلاعات را برای کارشکنی در مذاکرات درس کرده گزارش کردند. اعضای خانواده گروگان‌ها، مقامات خودش، مقامات نظامی او را متهم می‌کنند که مانع شده و این کار را به یک دلیل بسیار ساده انجام داده. لحظه‌ای که این جنگ به پایان برسد، زندگی سیاسی او به پایان می‌رسد و با توجه به اتهامات فساد علیه او، احتمالاً حکم زندان او آغاز خواهد شد. بنابراین طولانی شدن جنگ همیشه یک هدف او بوده. تضعیف مذاکرات آتش بس نیز به همچنین. و چه چیزی در از بین بردن مذاکرات آتش بس موثرتر از کشتن فردی است که در آن سوی میز مذاکره است؟ و سپس شما جنبه کاملا هریس را دارید. زبان بدن کاملا هریس، لحن و الفاظی که او به کار برد به وضوح نوعی تغییر رویکرد را نشان می‌داد. حالا تا چه میزان نمی‌دانم، اما نوعی تغییر از رویکرد بایدن نسبت به نتانیاهو که کاملا متفاوت بود. اما با تشدید تنش به این روشی که اکنون انجام شده که حتی امکان وقوع یک جنگ منطقه‌ای در آن هست، نتانیاهو عملا کاملا هریس را مجبور به اتخاذ همان حمایتی از اسرائیل کرده که بایدن پس از 7 اکتبر داوطلبانه اتخاذ کرده بود. و در صورت رئیس جمهور شدن هریس، ابتکار عمل را از او میگیرد و او را مجبور میکند به جای اینکه بتواند ابتکاری داشته باشد، صرفا به رویدادها واکنش نشان دهد. Alex, you were in Washington. It seems like ages ago. Alex, تو در واشنگتن بودی. به نظر میاد سالها پیش نتانیاهو اینجا بود. در حالی که تنها 90 ساعت از سفرش گذشته. این سفر قطعاً جنجالی بود. او چه چیزی به دست آورد و با چه چیزی ترک کرد؟ Achieve. And what did he leave with, if anything? Well, I think he achieved things mainly on the domestic front. He managed to come over here.
خب فکر میکنم او عمدتاً برای افکار عمومی داخلیش دستاوردهایی داشت. او موفق شد به مخاطبان داخلی خود نشان دهد که از حمایت ایالات متحده برخوردار است. نه فقط جمهوری خواهان که بسیاری از آنها بارها در کنگره به پا خواستند و برایش کف زدند، بلکه بسیاری از دموکراتهایی که روز چهارشنبه در کنگره در تشویق او همراهی کردند. او همچنین جلساتی در کاخ سفید داشت و نشان داد که در واشنگتن بسیار مورد استقبال قرار گرفته، که عمدتاً در اسرائیل به نفع او بود. اما میتوانم بگویم که او با شرایط نچندان مطلوبی واشنگتن را ترک کرد. کاملا هریس پس از دیدارش با نتانیاهو قوی‌ترین سخنرانی را که از دولت بایدن در مورد غزه شنیده بودیم ایراد کرد. بله، در مورد حمایت آهنین ایالات متحده از اسرائیل صحبت کرد، اما سپس با اصطلاحات بسیار احساسی در مورد رنجی که در غزه شاهد هستیم صحبت کرد و گفت که در آن باره سکوت نخواهد کرد. چند ساعت بعد یک مقام اسرائیلی بی‌نام به ما گفت که این اظهارات خانم هریس مشکل ساز است و می‌تواند مشکلاتی را برای توافق آتش بس ایجاد کند. فقط به یک چیز دیگر هم اشاره کنم، بکی، ما هفته است که میشنویم من و شما بی‌وقفه در مورد توافق آتش بس صحبت کرده ایم و مقامات آمریکایی مسئولیت را بر دوش حماس می‌گذاشتند و می‌گفتند که توپ در زمین حماس است. آنها دیگر این حرف را نمی‌زنند. در واقع به نظر می‌رسد که توپ به زمین اسرائیل افتاده. مقامات آمریکایی انتظار داشتند که نتانیاهو هفته گذشته توافق آتش بس را پیش ببرد و من فقط از این تصویر شگفت زده شدم که دیوید بارنیار رئیس موساد روز یکشنبه در مذاکره برای این آتش بس با بیل برنز مدیر CIA و دیگران مذاکره کرده، در حالی که اگر این واقعا درست باشد به طور بالقوه در حال برنامه ریزی برای ترور اسماعیل هنیه بوده. If this is indeed true, potentially planning the assassination of Ismail Haniyeh. Becky. در ارتباط مستقیم هستیم با جناب آقای دکتر محمد سهیمی، استاد دانشگاه، که اتفاقا همین امروز مقاله‌ای رو در همین اندیشکده، در پایگاه خبری اندیشکده کوئنسی منتشر کردن در رابطه با انگیزه های آقای نتانیاهو از مبادرت به در واقع ترور آقای اسماعیل هنیه در تهران. آقای دکتر سهیمی، نمیدونم دقیقا آیا مصاحبه آقای پارسی رو موفق شدید بشنوید اون زمانی که پخش میکردیم. تئوری آقای پارسی چقدر به نظر شما درسته و اساسا اون تزی که خودتون مطرح میکنید چه هستش؟ با سلام خدمت شما و هموطنان عزیز که برنامه خوبی شما رو تماشا میکنن. جناب منظرپور، اولا من با بخش مهمی از صحبت های دکتر پارسی موافقم و همونطور که میدونی بخش های مهمی از صحبت های ایشون در مقاله امروز صبح منم در همون وبسایت Responsible Statecraft که مال کوینز اینستیتوته وجود داره. نتانیاهو به نظر من 4 هدف از این ترور اسماعیل هنیه در تهران داره. اولا میخواست از هر گونه توافق صلح با حماس جلوگیری کنه، چون نتانیاهو تحت فشار شدیدی که آتش بس برقرار کنه و وقتی هم که به آمریکا آمد و با خانم کمالا هریس ملاقات کرد، خانم هریس بهش گفت من از اسرائیل در برابر حمله دفاع میکنم، ولی الان زمان آتش بسه، که این نتانیاهو رو بسیار عصبانی کرده بود و به خانم هریس گفته بود که این حرف شما باعث میشه که ما با حماس به توافق نرسیم. هدف دوم نتانیاهو هدفی بود که از آغاز جنگ در غزه وجود داشته. نتانیاهو بقای سیاسی خودش رو در گسترش جنگ به سراسر خاورمیانه میبینه. برای اینکه این کارو بکنه میخواد به لبنان و حزب الله و نیروی مقاومت لبنان حمله کنه که ایران رو وادار به ورود مستقیم به جنگ میکنه. هدف سوم نتانیاهو اینه که انتخاب دکتر مسعود پزشکیان در ایران برای دولت اسرائیل خبر خوبی نبود. اسرائیلی ها امیدوار بودند که سعید جلیلی که افکار آخرالزمانی داره و به شدت ضد اسرائیلی و شعارهای تند ضد اسرائیلی میده انتخاب بشه، تا مثل دوران محمود احمدی نژاد از صحبتهایشون استفاده تبلیغاتی بکنن، ولی اینطور نشد و دکتر پزشکیان انتخاب شد که ایشون فرد معتدلیه و بارها و بارها گفته که به دنبال گفتگو با آمریکاست، که اگر این گفتگوها شروع بشه آمریکایی‌ها، معذرت میخوام، اسرائیلی‌ها چنین چیزی رو نمیخوان و بنابراین ترور مرحوم هنیه در تهران درست در روزی که دولت آقای پزشکیان کار خوش شروع کرد در واقع یک ضربه هم به دکتر پزشکیان و دولت ایشون بود. هدف چهارم آقای نتانیاهو اینه که خانم هریس رو در یک گوشه بندازه و وادار کنه که
از اسرائیل تحت هر شرایطی دفاع کنه، که دکتر قاسم به این موضوع اشاره کرد. همطور که عرض کردم ایشون در ملاقاتش با خانم حریس خوشحال نبود، خیلی عصبانی شده بود، چون خانم حریس تنها مقام دولت بایدن هست که در عرض این چند ماه گذشته صحبت از آتش بس کرده. خانم حریس در ماه آوریل وقتی که اون راهپیمای بزرگ در سالروز راهپیمایی سیاه‌پوستان در آمریکا بود، همون موقع گفتش که آتش بس برقرار بشه. وقتی هم که با نتانیاهو هفته قبل ملاقات کرد، خواهان آتش بس دائمی شد. بنابراین اهداف کنونی نتانیاهو از ترور آقای اسماعیل هنیه در تهران به نظر من در این چهار تا جمع میشه که من در اون مقاله خودم امروز صبح هم شرح دادم. آقای دکتر، حالا یک سوی مسئله انگیزه های آقای نتانیاهو که پایان جنگ غزه براش به معنای پایان کارنامه سیاسیشه، احتمالاً ممکنه تحت تعقیب قرار، تحت تعقیب که هست در اسرائیل، احتمالاً در جامعه جهانی هم تحت تعقیب قرار میگیره، و به هر حال آقای نتانیاهو که منحصر به فرد نیستش، در رأس یک ابر شبکه، ابر سامانه‌ای قرار داره که بخش اعظمش اینجا در آمریکا مستقره. اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه این هستش که ترور آقای هنیه به هر حال یک بی‌اعتباری عظیمی برای دستگاه امنیتی ایران برمغان آورده. به هر حال در روزی که روز تحلیف بیشترین میزان تدابیر امنیتی قاعدتا در کشور حاکمه، آقای هنیه یک مهمانی بوده که به شدت خب فرض میشد پیش بینی کرد که توطئه‌هایی برای حذف ایشون در جریانه، و اینطور اسرائیلی‌ها موفق شدن که در واقع ایشون رو در تهران هدف قرار بدن. قبل از اینی که در این رابطه با شما صحبت بکنم، مایلم بخشی از مصاحبه آقای دکتر محمود احمدی نژاد در 21 خرداد 1400 رو که در رابطه با خلأها یا حفره‌های امنیتی در کشور هست رو با هم ببینیم. این باند فاسد امنیتی باید نقش خودش رو در ترور دانشمندان هسته‌ای و انفجارهای نتنز تشریح بکنه. در ترقوزاوا، در سازمان فضایی اسناد بسیار مهمی رو سرقت کردن. چطور اومدن تو ترقوزاوا اون عملیات سنگین رو انجام دادن و چند واند اسناد برداشتن بردن تحویل سهیونیستا دادن؟ اصلا توضیح نید اصلا چجوری کشور خارج کردن؟ مگه یه صفحه بوده بذار تو جیب بغلش ببره؟ چند واند اسناد بردن؟ خب اینو تو این کشور این همه ایست و بازرسی و پست و تو فرودگاه ها تو مرزها چطوری بردن بیرون؟ بعد بیان توضیح بدن. اصلا مهمتر چرا این خبر مهم از مردم مخفی نگه داشتن؟ اگه بلافاصله این خبر منتشر میکردن، تمام گمرکار، تمام مرزها، تمام مامورین امنیتی هوشیار میشدن، نمیتونستن این اسناد رو بگیرن؟ بالاخره یه دزدی بزرگ میشه، بلافاصله اطلاعیه میدن، همه در جریان باشن، آقا این ماشین یا این فلان رو در هر جا دیدید خبر بدید. همه اسناد رو بردن، سکوت محض، هیچ خبری نده. مردم خبرش رو از اون ور گرفتن، یعنی از اون دشمن اسناد رسید دستش، اومده افشا کرده، ما فهمیدیم ای بابا. حالا تا من متوجه شدم زود خبرش به من رسید که آقا اومدن بردن. اصلا اسناد سازمان فضایی تو گاف صندوق بوده، تو دفتر رئیس سازمان، اومدن بردن، باز مخفی کردن خبر. بله اومدن از سقف رو باز کردن، اومدن تو گاف صندوق رو باز کردن بردن. وقت جالبه این بانه امنیتی برای اینکه لاپوشونی بکنه اومده گفته آقا چیزی نبوده، یه دزدی عادی بوده، و از پنجره طبقه پنجم همسایه اومدن تو. میگه آقا دزدی عادی تو اتاق رئیس سازمان فضایی چی هست که به دزدن؟ انبار طلاست، انبار ارز، اتاق اداریه. من اطلاع دقیق دارم، گاف صندوق باز کردم و اینا پوشوندن روش، نه خبرشو به مردم دادن. تازه به وزیر مربوطه هم گفتن آقا یه دزدی عادی بوده، نیرو انتظامی هم رفته گرفته اون دزدها رو، یعنی مسئولیت خودشون رو گذاشتن که انداختن گرده نیرو انتظامی. آقا چند تا دزد عادی بودن، دستگیر شدن، به دزدیشون هم اعتراف کردن. خب این پوشوندن این قضیه
بعد به وزیرش هم داری خلاف واقع گزارش میدی و دروغ میگی، صحنه سازی میکنی. ببین تو ماجرای ترور دانشمندان هسته‌ای مجبور بودن واکنش نشون بدن. اینا برای اینکه خط نفوذ رو پنهان کنن، یعنی مردم نفهمن یا مسئولین بالاتر متوجه نشن که خط نفوذی هست داره این کارو میکنه، رفتن سراغ چند نفر زندانی. گفتن آقا ما بپذیرید، ما هم در ازاش کمکتون میکنیم که شما آزاد بشید. اونا رو بردن جز پشت دوربین. من همون گفتم آقا این دروغ هیچ کسافتکاری یا چیه میکنید؟ این باز به وزیر من گفتم مسخره شده رو بردی؟ اینه؟ اینی که شما نشون دادید این ترور کرده؟ این ترور اینقدر دقیقه پیچیده؟ همین یه نفر؟ حداقل 50 نفر پشتیبانی کردن این ترور رو. مگه شدنیست ترور به این سادگی؟ از شما سوال میکنم، این موضوع سادگیه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسای اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران هست، خودش جاسوس اسرائیل از کار در میاد. این که دیگه خبرش اعلام شد، این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. این که کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی. معلومه که شبکه هست، اون بعد خطیست که سرنخیست، بعد بکشیم تمام شبکه هست تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟ یه نفر محکوم شد، تمام. بقیه کجا رفتن؟ کجا هستن؟ خب اصلا چرا این اسناد ترقوزآباد رو بردن؟ اسناد فضایی بردن؟ کسی پاسخگو نیست. شوخیه. مهمترین اسناد کشور رو بردن، چی اینجا تحت سوال قرار گرفت؟ یقه چی گرفته شد؟ اصلا تکلیف ترور فخری‌زاده چی شد؟ میخوام حالا یه بخش دیگه شو براتون افشا کنم. این موضع‌گیری‌های متناقضی که کردن، اصلا وزیر اطلاعات رسمان اومد که ما خبر داشتیم از زمان مکانش. کی مسئول امنیت بوده؟ کی کوتاهی کرده؟ کی همکاری کرده؟ هیچ. این دانشمندهای هسته‌ای ما ترور شدن، شهید شهریاری، شهید علی محمدی، آقای رضایی، آقای احمدی روشن، آقای قشقایی، نقل چیش به کجا رسید؟ همون یه نفر که اومدن بهش گفتن تو بپذیر فرار کن برو آلمان، تمام؟ همینطور بود؟ اصلا کسی پیگیری میکنه؟ تو دستور کار هست؟ نه. چرا نیست؟ کی کوتاهی کرده؟ کی اومد محاکمه شد؟ کی معرفی شد به عنوان مسئول به مردم؟ اصلا دفعه قبل که نتنز رو منفجر کردن کی مسئولش بود؟ چون هیچ خبری ازش نیست. من عرض میکنم همیشه دستگاه اطلاعاتی وقتی وارد صحنه میشه کار از کار گذاشت. یعنی انفجار انجام شده، تاسیسات نابود شده، اینا میپرن پشت تلویزیون، اطلاعیه میدن، حرف میزنن. آقا نهاد اطلاعاتی باید قبلش باشه که نظره به اونجا برسه. بعد که انفجار میشه یا ترور میشه میپرن شروع میکنن به حرف زدن. چی میگن اون وقت تازه؟ بعدش چی میگن؟ میگن بله رسیدگی کردیم، خیلی زود کشف کردیم. بعد یه اسم مجهول یا یه شخص مجهول هویت رو معرفی میکنن، میگن این مسئولش بود، از کشورم خارج شده. خب تو باید قبلش کشف میکردی، تا ترور شد که هیچی حالا تو دستت نیست زود کشف کردی، بعدم طرف در رفته خارج. این معنا داره. یعنی که چی؟ بعد یه اسمی عکسی هم میدن که مثلا مستند باشه خبرشون. یعنی اینکه مردم رو منحرف کن، افکار رو منحرف کن، فریب بده، بعضی مسئولین بی اطلاع رو هم فریب بده. یعنی کسی که دنبال نکنه. مناش در عمل اینه دیگه. یعنی آقا در رفت خارج دیگه. پرونده بست. خیلی راحت. سلطان و قصف هم پیدا شد. تموم شد. یا کشتیمش تموم شد. یا در رفت تموم شد. پرونده بسته. آقا پرونده بسته شد. بسته نشده. اینا میان میگن زود کشف کردیم که بگن ما اش. بله البته این فهرست ادامه داره و علاوه بر اون چیزایی که آقای احمدی نژاد میگه، موارد متعدد و متنوع دیگر هستش. پرونده های باز حل نشده، اینکه هویت متهمان یک رخنه عظیم امنیتی اصلا افشا نشده، هیچی هیچ اطلاعی نیست.
این وضعیت نابسامان امنیتی ناشی از چی آقای دکتر سعیمی؟ اصلا چطوری در این رابطه وجود داره؟ ببینید، اولا آقای احمدی نژاد فرار به جلو میکنه، چون تمام این ترورهای اسرائیل در دوران ایشون شروع شد. اولین ترور در ایران ترور دکتر اردشیر حسین پور بود که در سال 2007 صورت گرفت در دوران ریاست جمهوری ایشون. اوج ترور دانشمندان هسته ایران در سال 2011 بود که دوره ریاست جمهوری ایشون. سایت فوردو که فوق محرمانه بود و در زیر کوههای قم قرار داره را علیرضا اکبری جاسوس انگلیس در زمان احمدی نژاد در سال 2011 لو داد. اون کارمند سازمان انرژی هسته‌ای که به بهانه حج به عربستان رفت و از اونجا به آمریکا رفت و مقدار زیادی اسناد رو با خودش برده بود که بعد به ایران برگشت و بعدم اعدام شد در دوره احمدی نژاد بود. لپتاپی که از ایران خارج کردن که مقدار زیادی اسناد هسته‌ای قدیمی ایران توش بود در دوران احمدی نژاد از ایران خارج شد. همه اینها از دوران احمدی نژاد شروع شد. چرا؟ به دلیلی که در دوران احمدی نژاد ورود سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی به مسائل اقتصادی به اوج خود رسید. بنابراین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی به جای اینکه به وظیفه اصلی خودشون یعنی حفاظت از کشور در برابر دشمنان خارجی، محافظت از کشور در برابر نفوذی‌های خارجی بپردازن، شروع گرفتن به فعالیت‌های اقتصادی. البته از قبل وجود داشت ولی در دوره احمدی‌نژاد به اوجش رسید و از هدف و وظیفه اصلی خودشون که حفاظت از امنیت ملیه واموندن. بنابراین احمدی‌نژاد ممکن حرفای درستی بزنه ولی خودش یکی از مسببین اصلی این جریانه. نفوذ اسرائیل در ایران تا بالاترین سطح ممکن انجام شده و همه اینها به خاطر اینه که همونطور که من در مقالام از 15 سال قبل از زمان جنبش دست بارها و بارها گفتم که وقتی که سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی وارد فعالیت‌های اقتصادی میشن، وارد پرونده سازی واسه آزادی خواهان میشن و از وظیفه اصلی خودشون که حفاظت کشور در برابر دشمن خارجی وامیمونن، نتیجهش همین میشه که میبینیم دیگه. آخه چطور ممکنه که یک رهبر خارجی مثل اسماعیل هنیه که متحد ایران هست در ایران باشه و نفوذ اطلاعاتی اینقدر زیاد باشه که اینا بدونن در کجا اقامت میکنه و از پنجره اتاقی که اونجا هست موشک بفرستن؟ تو گفت اینطور که گزارش شده مثل که از ساختمون بغلی بوده و به درون اتاق هنیه افتاده و آقای هنیه رو کشته. همه اینها از دوران احمدی نژاد شروع شد. ما نباید گول حرفای قشنگ احمدی نژاد بخوریم. احمدی نژاد کسی بود که مردم رو خس و خاشاک نامی، حالا مدعی شده ولی حرفایی که میزنه درسته، منتها خودش یکی از مهمترین مسئولان این کاره. یعنی احمدی نژاد بود که اجازه داد سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان اطلاعاتی موازی سپاه وارد فعالیت‌هایی بشن که 800 میلیارد دلار درآمد ارز ایران رو در دوران احمدی‌نژاد غارت کنن و در نتیجه از وظیفه اصل خودشون بمونن. یعنی این اتفاقی بود که در دوران احمدی‌نژاد شروع شد و ادامه هم داره. ولی اوج ترورهای اسرائیل به جز یکی دو ترور اخیر مثل مرحوم محسن فخری زاده و اسماعیل هنیه در دوران احمدی نژاد بود. آقای رونن برگمن خبرنگار امنیتی اسرائیل در کتاب خودش که میگه Rise and Kill First، برخیز اول تو بکش، قبل از اینکه محسن فخری زاده رو ترور کنن در سال 2020 در کتاب خودش که در سال 2018 منتشر شد میگه که دستگاه جاسوسی اسرائیل 12 نفر رو در ایران ترور کرده. دستگاه حاکمیت اون موقع ترور 6 نفر رو قبول کرده بود. سرلشکر حسن احمدی مقدم که پدر موشک ایران بود در چه زمانی ترور شد؟ در دوره احمدی نژاد. در زمان سرکوب جنبش سبز اینها چنان مشغول سرکوب مردم و آزادی خواهان و طرفداران حقوق بشر و فعالیت اجتماعی بودن که از وظیفه اصلی خودشون باز موندن. این یعنی این حقیقتیه که وجود داره. آقای احمدی‌نژاد ممکنه دو حرفای خوب بزنه، مرموش هم درسته. یعنی کدوم آدم عاقلی قبول کنه که شما اسناد مهم اصلی خودتون رو برین در یه انبار در قوزآباد
اونجا انبار کنید بدون اینکه هیچ گونه محافظتی گذشته وجود داشته باشه، بدون اینکه هیچ نگهبانی وجود داشته باشه. خب این بازه. ولی نکته مهمی که خود احمدی نژاد مهمترین نقش رو در وجود آوردن این شرایط داشته و به گمان من ما نباید گول این حرفای احمدی نژاد، حرفش قشنگ، حرفش درست، همه ما میدونیم، ولی خودش بود که باعث این جریان شد. حالا مدعی شده چون از حاکمیت رونده شده، حالا مدعی شده که بله جریان اینجوریه و اونجوریه. کمتر از دو دقیقه وقت داریم. اگر همه این پرونده ها مفتوحه، هیچ کس مسئول شناخته نشده، ما هرگز ندیدیم یک دادگاه علنی در رابطه با این پرونده ها تشکیل بشه، اگر به این شکله که ایران در واقع دژ بی‌دفاعه، روم شهر بی‌دفاع شده، یعنی هیچ نوع بازدارندگی نداره. کاملا قبول دارم. یعنی ببینید وقتی که دو تا معاون علی شمخانی، دو تا معاونش، یکی علیرضا عسکری که سرتیپ سپاه بود، یکم علیرضا اکبری، دو تا ما اینا هر دو معاونای شمخانی میدن، هر دو جاسوس از آب در آوردن. علیرضا عسکری از ایران خارج شد، رفت سوریه، از سوریه رفت ترکیه، در ترکیه به سفارت آمریکا پناهنده شد، کلی اسناد به خودش آورده بود، آوردنش آمریکا، جراحی پلاستیک رو صورتش هم انجام دادن، الان داره تو آمریکا با تغییر نام و اینا تغییر شکل داره زندگی میکنه. هیچ حتی در مورد همین علیرضا عسکری پناهنده تشکیل نشد، همه ادعا کردن که ایشون رو دزدیدن از سوریه یا ترکیه، دزدیدن، دست که طرف جاسوس بود. یا علیرضا اکبری تا آخرین لحظه مورد حمایت جناحای در داخل ایران بود، تا اینکه نیویورک تایمز در واقع اومد برای ما تایید کرد، یعنی بعد از اینکه علیرضا اکبری اعدام شد، حدود دو ماه بعد خانم فرزانه فصیحی تو نیویورک تایمز مقاله مفصلی رو منتشر کرد که در اون به نقل از دستگاه اطلاعات انگلیس تایید کرده بود که بعد دولت انگلیس علیرضا اکبری رو جذب کرده بود، 2 میلیون دلار رو شهروندی انگلیس داده بود و ایشون جاسوسی میکرد و فوردو رو که مهمترین و مخفی ترین تاثیرات هسته ایران بود و علیرضا اکبری لو داده بود در سال روز. بسیار مایه تاسف. خیلی از شما سپاسگزارم جناب آقای دکتر سهمی بزرگوار، همچنین بینندگان گرامی که همراه ما بودند. با سپاس ازشون که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن. تا فردا که باز در خدمت شما باشیم، بدرود و ایام بکام.